یک مادر خوب و صد استاد آموزگار می ارشد. با آرزو دارم کسایی که فیلم ما رو میبینید شما همچنان روز بسیار خوب و خوش آغاز کرده باشین، به تمام کارهایتان موفق باشین. جناب آقای سید جعفر عادلی حسینی معاون بنیاد فرهنگی تبلیغ فرهنگ تبلیغی پیامبر اعظم با ما هستند، در برنامه خود داریم. بسیار خوش آمدین جناب آقای جعفری، آرزو دارم که شما هم روز خوب آغاز کرده باشین. تشکر. من در این فرصت به همه همکاران عزیزتان و به شما و به همه بینندگان محترم سلام و عرض ارادت دارم. ما این صبح برای همه انشاءالله صبح خوش و خوبی باشه و خدمت همه عزیزانی که ما رو ببینه عرض سلام دارم. بسیار خوب. دوستان عزیز، امروز ما میخواییم در ارتباط به روز شهادت علما صحبت های داشته باشیم و همچنان نقش علما در کشور چی هست صحبت های خدا میخواییم آغاز بکنیم. که روز پنجشنبه البته بنیاد فرهنگ تبلیغی پیامبر اعظم صلی الله علیه وسلم یک سیمینار داشتن در ارتباط به نام مرزبانان اندیشه های اسلامی که از روز شهادت در قد علما اینا تجلیل کردن که سیومین تجلیلشان بود. میخواییم که بیشتر از زبان خود آقای عادلی بشنویم که در ارتباط به سیمینارشان بر ما معلومات بدن. خب در جناب آقای عادلی میخواییم که شما معلومات گستردهی داشته باشین در ارتباط به این روز شهادت علما که چگونه شما تجلیل میکنین، بنابرای کدام هدف این روز شما تجلیل به عمل میانید. خدمتتون عرض میشه که در سال 57 وقتی که کمونیستا قدرت را در افغانستان به دست گرفت و در اثر کودتا داوود خان به قتل رسانید، بعد اینا آمدن اولین کاری کردن اینا شروع کردن به دستگیری بسیار از مردم که در رأس اینها علما بودن. اینا به هر کسی مجنون میشیدن، اینا دستگیر میکردن، حتی بقال، معلم، کسبکار، آدم های بسیار عادی را به عنوان اخوانی و به عنوان کسایی که طرفداری از اسلام میکند و آدم های دیندار و مسلمان زیاد ندست. دو ماه یا سه ماه بعد از دو ماه بعد از به قدرت رسیدن کمونیست ها بعد از هفت ثور، اولین شخصیتی که از علمای بسیار برجسته در افغانستان و از افتخارات جهان اسلام بود، حضرت آیت الله العظمای واعظ رحمت الله علیه، او را دستگیر کردن و بعد جمع از علما رفتن نزد ترکی گفتن که خب برای چی دستگیر ده، چه گناهی داره. تا یکی در ابتدا فکر کردن که اینا برای عذرخواهی آمده. یکی از علمای مشهور معروف که زبان گویای اسلام نشه گفت و سخنور توانا و دردمند بود و اسلام شناس خیلی خوب و آدم انقلابی بود به نام شهید محمد حسین مصباح، اونجا به ترکی میگه شما فکر نکنید ما برای تبریک آمدیم، ما برای آمدیم که جرم آچیه. به هر صورت برای 25 روز آزاد میشه و بعدش دستگیری ها شروع میشه. بیشترین دستگیری ها در همین مای هود و مای بل و مای هود بوده. لذا چون بیشترین دستگیری ها در مای هود بوده، ما همین دهمی هود تقریبا سال سوم است که تجلیل میگیریم از علما، دانشمندان و شهدایی که در اون زمان مظلومانه به جرم مسلمان بودن راهی زندان شدن و اینا در همین پل چرخی چاله‌های را میکندن و در اونجا دست جمعی میدان تیری بود، در اونجا دست جمعی علما و بالاخره حتی آهاد مردم مسلمان دعا
دانشجوار خیلی از دانشگاه‌های ما دانشگاه‌های ما در همین شرایط زمان دستگیر شدن، بسیار از اساتید دانشگاه دستگیر شدن، اینا رو می‌بردن در میدان تیر. خب به روایت‌های مختلفه گاهن میگه که اینجا در میدان تیر در جلوی ما صندوق می‌گذاشتن و بعد تیرباران می‌کردن و اینا هم اونجا صدای الله اکبرشان بلنده و گاهن می‌گفتن نه با هم بلدوزر هم ترک می‌انداختن و اینا زیر آوان خاک و به هر صورت این جنایت ها صورت گرفت. حقش بود چون علما واقعا جایشان در شرایط فعلی در افغانستان خالیه و ما مدیون مرهون خدمات اونها هستیم. حقش بود که این مجموعه هایی که به نام شوراهای علما که زیاد هم هستن، غیر شورای علمای سرتاسری شورای علمای دیگه هم در هر منطقه و نقطه و بالاخره هر تیفی یک شورای علمای داره، حقش بود که اینها یادآوری و تقدیر از خدمات علمای گذشته میکردن و همینطور بسیار از علمای دانشمندان بزرگ مثل شهید نیازی، عبدالرحیم نیازی شهید، علامه فیضانی شهید، دکتر محمد عمر شهید و همینطور علامه شهید بلخی، علامه مصرا، علامه عالم، علامه ناصر، آیت الله العظما، شیخ محمد امین افشار، بالاخره زیادی از علما بودند که اینها برای دفاع از دین و فقط جرمش گناهش این بوده که مردم رو بیدار میکرده، معارف دینی رو به مردم میرسنده و آگاهی میبخشیده. لذا کمونیست وقتی به قدرت رسید اولین کاری کرد آمدن اینا رو دستگیر کردن، اینا رو زنده به گور کردن و تعداد زیاد هم بود. متاسفانه تا هنوز هیچ کاری صورت نگرفتن، نه حتی یک آمار دقیقی از اینا گرفته شده و نه این دولت اسلامی که اینا همه مدیون مرهونی همه قیام ها و جهاد مردم افغانستان و شهادت طلبی علمای افغانستان که آغازگر قیام ها و مبارزات علیه ظلم و استبداد و مخصوصا تجاوز بیگانه بود، متاسفانه هیچ گونه اقدام صورت نگرفتن. لذا بنیاد فرهنگ تبلیغ پیامبر اعظم یکی از برنامه‌هایش در طول سال برنامه‌های زیادی داره، مثلا این از مناسبت‌های دینی تجلیل می‌گیره و مراسم می‌گیره و از مناسبت‌های ملی یکی از برنامه‌هایی که هست در دهه اول مایهود، چون روز مشخص نداره، در دهه اول مایهود روز دهم هوتا به عنوان مرزبانان اندیشه های اسلامی که اینها واقعا مرزبان بودن، از اعتقادات مردم دفاع میکردن، بنام او یک یاد بود تجلیل در حد همه توان خودشان میگره و این حقش بود. همه تجلیلهایی که مناسبت های مختلفی که از شخصیت های مختلفی که هر کدام مقامشان محفوظ، ولی خب در رابطه با اینا باید گرفتن میشد، واقعا اینا مظلوم واقع شده. لذا بنیاد فرهنگ تبلیغ پیامبر اعظم در همه حد توان خود در حدود 780 یا 1000 نفر که میتونم اینجا جمع کنم، اینجا ایده از علما و بزرگان بیا اظهار نظر کنه و سخنرانی کنه و در رابطه با شخصیت اونها صحبت کنه، همین موارد انجام میشه. به هر صورت این وظیفه همه مردم مسلمان افغانستان هستند که در رابطه با او علمایی که واقعا جای اونا خالیه، ما اگر بخوایم به ویژگی های یکاوک از اونا بحث کنیم به این نتیجه میرسیم که ما فعلا در جامعه اسلامی خود در یک خلا قرار داریم و جایگاه اونا خالیه، و هم از نظر بعد معنوی و هم از نظر سیاست گذاری هایی که اونها داشتن در گذشته و تلاش هایی که داشتن، خدماتی که می کردن، ارتباطشون به مردم خیلی خوب بود. بالاخره باز در فرصت در جایش رسید من ممکنه به بعضی نکات اشاره کنم، حالا ممکنه شما سوالات دیگه هم داشته باشیم و در خدمت شما هستم. پیش از اینکه جناب آقای عادلی سوالات را به شما بیان بکنیم، قسمت را ساعت می بینیم، یک وقفه کوتاه داریم دوستای عزیز در از وقفه، چون خبرهای ساعت 8 نزدیک از تقدیم حضور شما ایزان میشه. بعد از خبرها در این روز و بعد از در این روز مجددا در خدمت شما هستیم و بقیه صحبت ها را ادامه میدیم. در صبح آرزو دارم کسایی که فعلا ما را میبینید شما همچنان
روز بسیار خوب و خوش آغاز کرده باشین و تمام کارهایتان موفق باشین. جناب آقای سید جعفر عادلی حسینی معاون بنیاد فرهنگی تبلیغ فرهنگ تبلیغی پیامبر اعظم با ما هستند در استودیو، صحبت را با ایشان بخش صحبت را ادامه میدیم. جناب آقای عادلی میخوایم اشاره داشته باشین روی موضوعی که قبلا به صحبتاتون شما اشاره کردین که بنابر مو مثلا در حکومت سابق چون مفکوره ها تغییر داشت و اونا خواستن علمای زیاد را شهید بسازن و بالاخره چون نمیخواستن که جامعه اسلامی رو به پیشرفت باشه، بنابر می دلیل خواستن که علما را به شهادت برسانن. میخوام شما اشاره بکنین که در اون وقت علما چی نقش را بازی میکردن که مثلا اونا دیده نکنستن تعداد زیاد مثلا علمای دست جمعی را اونا به شهادت رساندن. علت عمده و اساسی شه خدمت تمرد بشه که در این شک نیست که افغانستان یکی از کشورهایی که علمای بزرگی از این سرزمین برخواسته و مستر خدمات فراوانی در نه تنها در افغانستان که در جهان گردیده. ما بینون مقدمه ای آل یاد محمد گفته یک از دانشمندا و فیلسوفای بزرگ اسلامی علامه محمد تقی جعفری که در یک سمینار علمای شیعه و سنی بود صحبت میگوید و من در همون سمینار بودیم، سمینار بین المللی بود و افتخار میکرد میگفت که 700 سال مغزهای مغرب و مشرق زمین را یک افغانی و یک متفکر افغانی تکان داد و چرخاند که او منظورش از مولانا بود. مولانا ما در بلخ، در غزنی، در همین لوگر، در کابل شخصیت ها و دانشمندای بزرگی داشتیم که همه تمدن ساز بودن و از افتخارات متمه افغانستان که از جهان اسلام و حتی غیر مسلمان هاست و همه از سفره علم و دانش و آگاهی و بینش از اونها استفاده میکنم. دور خواستم به اینون یک مقدمه کلی عرض کنم. اما پیشگامان مبارزه و نهضت های اسلامی در افغانستان میشه که ما از علامه سید جمال الدین حسینی افغانی یادآوری کنیم که اون موقع در سفرهایی که در کشورهای مختلف داشت و برای همبستگی امت اسلامی تلاش کرد و باعث بیداری افکار جوامع اسلامی شد. میشه به عنوان نمونه که اینا رو فقط میخوام من ببرم چون فرصت رو نیست در رابطه با دیدگاه اینا بالاخره تلاش های اینا و ثمره تلاش و زحمات اینا هم اشاره شود و همین تو خدمت هم عرض شود که ما سردار کابلی داریم که او هم از افتخارات جهان اسلام هستن. به هر صورت وقتی که کشورهای خارجی از جمله انگلیس‌ها به افغانستان حمله کرد، دو تا عالم بزرگوار اهل سنت و تشیع فتوای جهاد علیه انگلیس‌ها داد، یکی همی ملا دین محمد اندری که معروف ملا مشکی عالم است و یکی هم محمد علی آخونزاده. این ها فتوای جهاد دادن و مردم قیام کردن و دست تجاوز انگلیس ها را از افغانستان کوتاه کردن و بعدش می رسیم به علمای دیگری که مرحوم حضرت آیت الله العظما میر علی احمد حجت که هم پدرش در دوران انگلیس ها و هم عمویش دوران عبدالرحمن بسیار ظلم دیدن و مورد شکنجه قرار گرفتن و انگلیس ها اونها رو به شهادت رساندن و خودش هم از علمای بزرگی بود که در این کشور مصدر خدماتی فراوان شد که بسیار از به علمایی که بعدا اظهار وجود کردن مستقیما یا به واسطه شاگردان مرحوم حضرت آیت الله العظمای حجت کابلی بود و همینطور میر علی اصغر شعا یکی از دانشمندان بسیار بزرگ و توانمندی که با چند زبان زنده دنیا مسلط بود
که در سال 1327 هجری قمری وقتی که فلسطین اشغال میشه و تجاوز اسرائیل به فلسطین در همون سال ایشان یک کمیته را در همین چندایل تشکیل میداد و به دفاع از مردم مظلوم فلسطین کمک های زیاد را جمع آوری میکند، خونه هایشان را اهدا میکند که در سال 52 هم علامه ناصر علامه بلخی و خدمت تمر شود که همینطور علامه عالم این هم همو کار را کردن به فران کشورهای اسلامی نامه نمیشن. پس بنابراین نقش علمای گذشته اینا خیلی مؤثر بوده و اینا در جهان اسلام تأثیر گذار بودن. در قضیه فلسطین اولین بار در افغانستان 1327 در همین روزهای آغازین اشغال فلسطین اینا به فران کشورهای لیبی، مصر، اردن، خدمت مرش عربستان و بسیار از کشورهای دیگه نامه می نویسد، اونها را تشویق می کند به دفاع از مردم مظلوم فلسطین که در رأس اینها میرعلی عسکر شعار بود که بعدا با علامه شهید بلخی در سال 1329 در زندان رفت که آقای به اون در همینجا شهید می شود و آقای بلخی 14 سال در زندان بسر می بره و بعدش هم در سال 49 ادعای از دانشمندان بزرگوار مثل عبدالرحیم نواجی شهید، خدمت شما عرض شود که انجینر عبدالرحمن شهید، دکتر محمد عمر شهید، محمد اسماعیل پاسخ شهید، اینها جمع میشه و نهضت اسلامی را به وجود میاره که اینجا بعد مثل هم از پروفیسور اکادمیسیانی افغانستان شهید استاد ربانی هم یادآوری شده که در بین او جوانان مسلمان که نهضت اسلامی به وجود آورد استاد ربانی هم بودند. اینها شروع میکنه به آگاهی دهی مردم، مردم را بیدار میکنه، آگاهی میده و مردم را ارشاد میکنه، راهنمایی میکنه، معارف اسلامی را به مردم میرسانه. در اون زمانهایی بوده که کم کم آزادی و دموکراسی پا به افغانستان میگذاره و انعقاد نطفه دموکراسی در افغانستان داشته میشه و در همچنین شرایط چه اونایی که در نهضت اسلامی بوده و چه اونایی که جداگانه برنامه‌ای داشته و علما در منابر، در مساجد، در تکایا، در نقاط مختلف چه در کابل و چه در ایلات فعالیت داشتن، فعالیت های خوبی داشتن و من باور میه اگر ما بیاییم فعالیت های اونا را با فعالیت های علمه امروزی مقایسه کنیم اصلا قابل مقایسه نیست. خوب است که یک مقایسه داشته باشیم که علمه دیروز چی فعالیت هایی را داشتن و علمه امروز. به هر صورت ما در رابطه با علمه دیروز میخواییم این را بگیم، ما به عنوان نمونه چون داری فرصت کنم، ما مراکز زیاد فعلا در کابل وجود داره که خیلی از سفره همین مراکز استفاده میکنه. یک مرکز مجتمع علمی بزرگ دارانی تپه سلام است به نام مدرسه علمیه محمدیه که سه دو تا اتاق داشته و یک مسجد داشته که در اون مسجدش تقریبا 3000 نفر برای نماز جماعت، 5000 نفر برای سخنرانی تجمع میکردن و در همونجا کتابخانه بزرگی داشته که در اون زمان 100000 نسخه کتاب در اونجا بوده و کتاب های خیلی خوبی بوده، کتاب های مادر بوده که ما الان اون کتاب ها رو نداریم. و در همه زمان آیت الله لزمه و ایجاد مجله را به من مجله برهان را اندازی میکنم که مباعثی که در مجله ما بعض مقالات شکل خواندیم اصلا قابلی این نیسته که ما بیاییم مقایسه کنیم به مجلاتی که امروز شوراهای علما و نهادهای علمی که علما داره اصلا قابل مقایسه نیست. یکی از اعضای هیئت تحریری اون مجله که فعلا در قید حیات و زنده آیت الله محسنی هستند که ایشان هم عضو هیئت تحریری مجله برهانی که
مؤسسش حضرت آیت الله العظمی واعظ شهید بوده و در اونجا بسیار مباحثی خوب علمی بحث می شده در رابطه با تهاجم کمونیس کمونیست ها داشته و جوانان را به بیراه می کشند در رابطه با این موارد می و کتاب های علمی کجا من نوشته یکی از کتاب های آیت الله واعظ خاطرات زندان و یاد از اخلاق است که در همین زندان دهمزنگ کابل با یک دم پنسیل و یک مقدار پاکت های چای و میوه و اینا قدیمه میوه که میبوده پاکت ها کاغذی بوده اونا رو میمیشتد بعد با شکل هماهنگی میکنه بیرون بعد یک کتاب خاطرات زندان و یاد از اخلاق اسلامی ادبیاتی که اینجا به کار برده شده نشر زیبایی که به کار برده شده امکاناتی که در زندان وجود نداشته و یا اشعاری که علامه بلخی در زندان میگه واقعا خیلی از اشعارهای بلخی در همه 14 سال زندان بوده فقط هیچ منبعی در اختیار نداشته یا قرآن کریم در اختیار بوده اختیار داشته به هر صورت اینا زحمت زیادی کشیدن بعد در دوران داوود خان ایده زندان رفتن و حتی شهید نیازی غلام محمد نیازی شهید یا علامه فیضانی شهید اینا وقتی اونجا زندان میره بعد در دوران کمونیست به قدرت میرسه همه اینها را به شهادت میرسن به هر صورت اینا کارکرده خیلی خوبی داشته جلساتی که داشته جمعیت ایروز افغانستان مخصوصا کابل به جمعیت امروزی نمیرسیدن ولی داره که میگه یک وقت آیت الله واعظ در همه افشار سخنرانی میکرده سرک ها بند شده بوده داوود خان صدر اعظم بوده بعد از کنار او جمعیت میگذاره میگه کیه این کی 10,000 نفر اینجا جمع شده 10,000 نفر جمع میشه گفته کیه این گفته که کسی به نام سید سرور واعظ اینجا مردم موعظه میکنه سخنرانی میکنه بعد از همینجا وحشت میکنه شروع میکنه به دستگیری بعض از علما که در واسه اینها آیت الله واعظ رحمت الله علیه قرار داشته بعد اینها رو به زندان میاندازه و در زندان اینا جام شهادت رو مینوشد به هر صورت اینا تلاش های زیادی کردن و زحمت زیادی کشیدن و کار کردهشون اصلا قابل مقایسه او روزی که اونا سخنرانی میکرد همین مدرسه محمدی خیلی جای سرک ها بند میشه در صورت که جمعیتی امروز کابل نداشتن متاسفانه امروز برعکس اگر یک منجه گیری شود ما در همین غیر شورای علمای سرتاسری که در اواخر با اوک شورای حکومتی است در اشراف حکومت با اوک او یک موضوع گرفت قطنامه صادر کرده من ندیدیم علما بیان در قضیه قرآن سوزی که اهانت به مقدسات اسلامی و مسلمانان هستن موضوع بگیره واقعا بین صحبت کنه و در رأس مردم قرار بگیره ما متاسفانه نداریم فقط آیت الله سید محسن حجت ترحمه آیت الله العظمه حجت کابلی یک پرس کانفرانس مطبوعاتی دادن و ما دیگر نشنیدیم و ندیدیم که علما جمع شده در این رابطه تصمیم جمعی بگیره نجا در گذشته طوری نبود یک سیف الابرار اگر نویشته میشه همه جمع میشه و آیت الله واعظ نه سیف الاسلام را میمیشه و اینجا در رابطه با وحدت همبستگی امت اسلامی تأکید میکنه قضیه اتفاق میفتد همه جمع میشتن یا یک کسی مشترک میگرفتن متاسفانه ما فعلا در خلای رهبری قرار داریم با حفظ و حرمتی خیلی از بزرگانی که هستن متاسفانه جای علمای گذشته ما خالیه و اینا حتی همین مقدارم ارزه نداره که از علمای گذشته و از خدمات اونا یادآوری کنه و از زحمات اونا درس بگیره و عبرت بگیره به هر صورت علمای گذشته ما خیلی هم خوب درخشیدن و زحمت کشتن و ما مدیون مرحوم خدمات و زحمات اونها هستیم و اونها رفتن شهید شدن و با شهادت اونها قیام ها قیام سوم هود قیام 24 هود که در آستانه اونها قرار داریم که شهده زیادی در هرات به شهادت میرسه اونها نتیجه تلاش ها و زحمت علمای گذشته ما بودن متاسفانه علمای امروز ما فکر میکنی قناعت مردم جامعه اسلامی را حاصل نکنیم تا و نتانسته که واقعا در مسیر کنه حرکت کردن اینها حرکت کنه تشکر میکنم جناب آقای یادیلی از که دعوت ما رو پذیرفتین و
سخنان خوبی که داشتیم بین های ما مستفید شدن. اظهار سپاس شما. خواهش میکنیم. انشاءالله ما مسلم تشکر میکنیم. خدا را انشاءالله به ما توفیق عنایت نماید که دستورات خدا پیامبر اسلام بزرگان دینی ما را سرمشق و سرلوحه زندگانی ما قرار بدیم و بتوانیم از ارزش های دینی خود ما دفاع کنیم، مدافع ارزش های دینی و اسلامی و حافظ ارزش های دینی و ملی خود ما در این کشور باشیم انشاءالله. تشکر. خب با دوستای عزیز اظهار سپاس از شما. امیدوارم صحبت هایی که داشتیم طرف توجهتان قرار گرفته باشه. قسمی که طرف ساعت میبینیم برنامه ما رو به ختم است. از اینکه ما را همراهی کردیم اظهار سپاس امتنان میکنم از شما تا